دریای مرده یکی از عجیب‌ترین آب‌های جهان را دارد. در واقع در این دریا هیچ کس غرق نمی‌شود، حتی اگر اصلاً بلد نباشد شنا کند. مطمئناً شنیدن همین جمله برای قلقلک دادن کنجکاویتان کافی است. درباره این دریا هم در سنت‌های اسلامی و هم در سنت‌های مصریان باستان آمده است و یکی از عجیب‌ترین مواردی که درباره آن وجود دارد، اشکال نمکی دریای مرده است. با ما همراه باشید تا پرده از رازهای دریای مرده برداریم. جدایی از اینکه دریای مرده نمکی ترین دریاچه جهان است، بسیاری آن را پست‌ترین نقطه روی زمین می‌دانند، چرا که باید 423 متر پایین‌تر از سطح دریا باشد تا بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. یکی از نکاتی که باعث منحصر به فرد شدن این دریاچه شده است، میزان بالای غلظت نمک در آن است که گفته می‌شود میزان نمک این دریاچه به 33.7% می‌رسد. و این عدد بسیار بزرگ، 8.6 برابر بیشتر از میزان نمکی است که در اقیانوس‌ها وجود دارد. این میزان به اندازه ای است که 340 گرم نمک را میتوان در 1 لیتر آب حل کرد. مقدار بالای نمک و غلظت آن باعث میشود تا حتی میکروسکوپی ترین موجوداتی که در آبها زیست میکنند هم نتوانند در آب دریای مرده زنده بمانند. و به همین دلیل است که در دریای مرده نه خبری از ماهی است، و نه گیاهانی که در آبهای معمولی دیگر وجود دارد. البته گفته می شود که همانطور که از ذات آبهای وسیع در طبیعت انتظار داریم، در دریای مرده هم باکتری هایی وجود دارند که می توانند خودشان را با شرایط وقف دهند و به همین دلیل در آن زندگی می کنند. ممکن است برایتان سوال باشد که چرا کسی در این دریا غرق نشده و نمی شود؟ در جواب باید گفت که آب دریای مرده به اندازه‌ای غلیظ است که به خاطر وجود نمک غیر ممکن است کسی در آن غرق شود. به همین دلیل به هر عمق از آن که بروید روی آب میمانید. همین مورد دریای مرده را به جالبترین و جذابترین جاذبه توریستی منطقه تبدیل کرده است و با یک سرچ کوچک در گوگل میتوانید عکسهایی از گردشگرانی را ببینید که به این نقطه دیدنی سفر کردند و در حالی که در حال روزنامه خواندن روی سطح آب هستند، از خودشان عکس گرفتند. آب دریای مرده از رود اردن تغذیه می شود، اما هیچ مخرجی ندارد و به همین دلیل نمک های موجود در آن روی هم انباشته می شوند و باعث به وجود آمدن اشکال نمکی دریای مرده می شوند. اشکال معروف و عجیبی که باعث شهرت بیشتر و بیشتر آن شدند. بر اساس آزمایش هایی که روی آب آن انجام شده، مشخص شده است که بیشتر از 235 ماده معدنی مختلف شامل منگز، کلسیوم، پتاسیم و سولفور پیدا شده است و ترکیب همین مواد عجیب و بودن آنها در کنار هم باعث تشکیل شدن کریستال های عجیب و شگفت انگیزی شده است. دانشمندان نام این کریستال ها را شاهکار طبیعت گذاشتند. در واقع در شکل‌های نمکی دریای مرده میلیاردها اتم به وسیله شاهکار طبیعت منحصر به فرد در کنار هم قرار گرفته و بلورهای حیرت آوری را به وجود آوردند. شاید شگفت انگیزترین این اشکال را بتوان قارچ‌های نمکی دانست که روی پایه‌های نمکیشان ایستاده‌اند و سرهای آنها از آب بیرون آمده. این اشکال نمکی دریای مرده که شبیه به قارچ هستند، معمولاً در صبح روزهای سرد شروع به شکل گیری می کنند. این کریستال ها روی سطح آب را فرا می گیرند و به اندازه ای شکننده هستند که با یک نسیم ملایم کاملاً می شکنند و زمانی که بشکنند، قسمتی از آنها به زیر آب می رود و قسمت دیگر آن هم به او می پیوندد. و همین قسمت‌های روی هم انباشته و انباشته‌تر می‌شوند تا اینکه به ستون‌های بلندی تبدیل می‌شوند. به خاطر اینکه یون‌ها و ایزوتوپ‌هایی که در این دریای مرده هستند به انواع و اقسام روش‌های مختلف کریستالیزه می‌شوند.
به همین دلیل است که اشکال نمکی دریای مرده شکل‌های مختلفی دارند. در دهه‌های اخیر آب دریای مرده بسیار کمتر شده است و به خاطر اینکه مقدار آب آن به دلیل تبخیر و مسائل دیگر مدام در حال کمتر شدن است، ماهیت محیط و آنچه که در اطراف آن به طور طبیعی وجود دارد هم در حال تغییر و عوض شدن است. جدایی از تبخیر آب به وسیله نور خورشید، آب از این دریاچه مصارف دیگری مثل مصرف در زمین‌های کشاورزی برای مقاصد کشاورزی، کارهای مدنی و صنعتی دارد. متاسفانه این پایین رفتن مدام سطح آب باعث شده است تا شاهد تعداد کمتری از اشکال نمکی دریای مرده باشیم. متاسفانه در حال حاضر گزارش شده است که در بخش‌های میزان آب به اندازه‌ای کم شده است که باعث تشکیل شدن زمین‌های گلی شده. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالاً در سال‌های آینده دیگر نه اثری از دریای مرده خواهد بود و نه اشکال معروف آن. این موضوع خود به خود باعث می‌شود تا صنعت گردشگری آن هم افول پیدا کند و در نتیجه اثر منفی روی اقتصاد منطقه خواهد گذاشت. از آنجایی که دریای مرده را یکی از شاهکارهای طبیعی و ذخایر طبیعی کره زمین می‌دانیم، باید در حفظ آن کوشا باشیم و به همین دلیل هم در سال 2009 پروژه‌ای برگزار شد که بر طبق آن دستور داده شده بود که باید از دریای مرده نهایت محافظت به عمل بیاید. نقش این است که آب دریای قرمز حمل می‌شود و به آنجا منتقل می‌شود. خب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.